کرونا کی به ایران رسید؟ کی شیوع پیدا کرد؟ واقعا کرونا 30 بهمن وارد ایران شد یا هفته ها یا حتی ماه ها زودتر؟ اصلا امکانش بود که بشه این همه گیری رو کنترل کرد؟ این ویروس هم مثل هر مجرمی از خودش ردی به جا میذاره، فرمول ژنتیکیش رو. ما صحنه جرم رو بررسی کردیم، سرنخ‌های علمی رو از مؤسسه‌های معتبر تحقیقاتی دنیا دنبال کردیم و پرونده کرونا رو در ایران بازخونی کردیم. بازخونی علمی پرونده با روایت رسمی ایران فاصله زیادی داره. ولی چقدر؟ چه درسی میشه ازش گرفت؟ دی ووهان چین. مؤسسه ویروس شناسی ووهان اثر انگشت این ویروس رو روی اینترنت منتشر کرد، اما این کار که تو دنیای پزشکی سخاوتمندی بزرگیه کار دستشون داد. دولت چین بلافاصله مؤسسه رو بست. اواسط بهمن ماه پژوهشگران مؤسسه نکس استرین با استفاده از همین اثر انگشت رد ویروس رو در داخل ایران میگیرند. اونا به نکته غیر عادی برمیخورند. ما متوجه نمونه‌ای شدیم که ژنومشون و حتی جهش‌هایشون تقریبا مثل هم بود، ولی نمونه‌ها از 8 کشور مختلف بود: استرالیا، نیوزیلند، آلمان، بریتانیا، آمریکا، هلند، چین و ایران. خیلی عجیب بود چون این افراد به جز شباهت ژنتیکی ویروس هایشون هیچ نقطه اشتراکی دیگری نداشتن. بعد فهمیدیم که بعضی از نمونه ها از کسانی گرفته شده بود که تازه به ایران سفر کرده بودند. بعد 3 ژنوم از خود ایران به دستمون رسید. از مقایسه اینها با آنهایی که سابقه سفر به ایران را داشتن به نکته بسیار جالبی رسیدیم. منشأ تمام این نمونه‌ها یکسان بود که نشان می‌داد ویروسی که در ایران در گردش است احتمالاً یک منشأ اولیه داشته و بعد به سرعت در تمام کشور پخش شده. دکتر هارتکراف، آیا اطلاعاتی که شما دارید نشون میده که ویروس دقیقاً کی وارد ایران شده؟ ما فکر می‌کنیم این مسافران وقتی در ایران مبتلا شدند که بیماری خوب در ایران پخش شده بود. برای همین وقتی آنها به ایران رفتند راحت مبتلا شدند. میشه با اطمینان معقولی گفت ویروس بین اوائل تا نیمه بهمن در ایران خوب پخش شده بود. برای ساده تر کردن محاسباتمون وسط این بازه زمانی، یعنی 8 بهمن رو میگیریم، روزی که تقریبا متخصصان مطمئنن که ویروس تو کل کشور به خوبی پخش شده. اما به خوبی پخش شده از نظر علمی دقیقا یعنی چی؟ متخصصان میگن وقتی از هر 1000 نفر 1 نفر مبتلا بشه تقریبا میشه گفت بیماری در کشور پخش شده. در ایران که جمعیتش حدود 80 میلیون نفره، وقتی میگن کرونا حدود 8 بهمن به خوبی پخش شده، یعنی تو این تاریخ 80 هزار نفر کرونا داشتند. متخصصای همگیر شناسی میگن به طور میانگین در اون دوره هر 2.5 روز یک بار تعداد مبتلایان 2 برابر میشده. اپیدمیولوژیست‌ها بعد از انجام یه سری محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیدن که 40 روز زمان لازمه از وقتی ویروس وارد ایران شده تا وقتی که ویروس در کشور به خوبی پخش شده. حدوداً 8 بهمن ویروس در کشور پخش شده. پس 40 روز قبلش، یعنی 29 آذر یا دست کم ابتدای دی، ویروس وارد ایران شده. دولت ایران 30 بهمن اعلام کرد که ویروس وارد کشور شده. الان دانشمندا از روی فرمول‌های ژنتیکی ویروس مشخص کردن اولین فردی که در ووهان چین کرونا گرفته 10 آذر مبتلا شده بوده. ماهان غفاری و همکاراش در دانشگاه آکسفورد تحقیق مشابهی کردند. اونا با بررسی حدود 20 فرمول ژنتیکی که یا در ایران بودن یا سابقه سفر به ایران داشتند، تایید کردند که احتمالاً 25 دی ویروس در کشور پخش شده بوده که بر اساس محاسبات بالا باز هم زمان ورود ویروس به ایران به آذر ماه برمی‌گرده.
اما ویروس کرونا چطور انقدر سریع از قم سر در آورد؟ دکتر مینو مهرز معتقده در قم کارگاه‌های متعدد و کارگر چینی زیاد است. اینها بدون هیچ کنترلی به چین می‌رفتند و می‌آمدند و در نتیجه کرونا وارد کشور شد. ایران برخلاف دیگر کشورها درها را به روی این کشور نبست. چین پروژه‌های مختلفی را در قم اجرا می‌کند. نیروگاه خورشیدی، مونوریل قم و قطار پرسرعت تهران قم اصفهان. ولی فقط کارگرای چینی نبودند که می‌تونستن ناقل بیماری باشند. 700 طلبه چینی هم تو قم درس می‌خونن. 3000 دانشجوی ایرانی هم در چین بودند که خیلی هاشون امکان رفت و آمد به ایران رو داشتند. حداقل تا 12 بهمن روزانه 1000 مسافر از چین وارد ایران می‌شدن. این آمار فقط مربوط به مرز هواییه. وزارت بهداشت معتقد بود اینکه روزی 1000 مسافر چینی رو در ایران قرنطینه کنن منطقی نیست. در هیچ جای دنیا هم اینطور نیست. تحقیقات بی بی سی نشون داده بود که ماهان ایر تنها خط هوایی بود که از 11 بهمن 98 تا اوایل اردیبهشت 99 هنوز به چین و از چین پرواز داشت. آیا مقامای ایرانی میدونستن که ویروس دیماه تو کشور پخش شده بوده؟ انتشار 3 نامه اداری بین مقام‌های ایران این تردید رو تقویت می‌کنه که دولت زودتر از اونچه اعلام کردن از حضور ویروس خبر داشته. دوازده بهمن شروع دهه فجر تصویر نامه‌ای در اینترنت منتشر شد که دانشگاه علوم پزشکی قم گفته بود غیر از رئیس دانشگاه هیچ کس حق مصاحبه در مورد کرونا رو نداره. این نامه بلافاصله تکذیب شد. 23 بهمن نامه‌ای که ظاهراً وزارت بهداشت با آقای روحانی فرستاده مبنی بر اینکه 35 نفر در این مدت مبتلا به کرونا شدند و 4 نفر جون خودشون رو از دست دادن. این نامه هم بلافاصله تکذیب شد. 28 بهمن نامه‌ای در اینترنت دست به دست شد ظاهراً از وزیر کشور به وزیر بهداشت که تا بعد از انتخابات مجلس یعنی 4 روز بعد در مورد آمار مبتلایان و درگذشتگان اطلاع رسانی نکنید. این نامه هم تکذیب شد. همین روزها بود که ویدیوی دکتر محمد مولایی کنار برادرش در بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او خبر داد که برادرش 27 بهمن به علت کرونا درگذشته و این هم تکذیبیه تلویزیون ایران. حالا معلوم شده که این بیمار اصلا کرونا نداشته و فیلم قدیمیه. بالاخره در 30 بهمن حضور کرونا در ایران اعلام شد. میدونم پیش بینی میشد. بله. خب تو کشور ما ورود پیدا کرده. البته فعلا ما 2 موردی که داریم تشخیص اولیه‌شون مثبت شده. تشخیص نهاییش در حال انجام شدن هست از رای ژنتیک. اما آژیر خطر برای سیستم بهداشتی ایران از پاییز به صدا در آمده بود. آمار آنفولانزای فصلی ناگهان 5 برابر شده بود. در پاییز 98 9500 نفر بیشتر از 5 سال قبل مرده بودند. این آمار تکان دهنده بود و میبایست رصدخانه وزارت بهداشت را به لرزه در می آورد. اونا باید احتمال میدادن که شاید علت این همه مرگ و میر اضافه چیزی به غیر از آنفولانزای فصلیه. البته خیلی از کشورهای دیگه مثل ایران در این مرحله رد شدند و نمره قبولی نگرفتند. اما کارهای دیگه ای هم بود که ایران قطعا میتونست بکنه. از 17 دی که علائم و جزئیات بیماری معلوم شده بود حداقل میتونستن مدام در مورد روشهای پیشگیری اطلاع رسانی کنند. میتونستن ورود و خروج پروازهای چین رو ممنوع کنن. میتونستن تجمعها رو کنترل کنن و مدارس و اماکن مذهبی رو زودتر ببندند. مسجدها، حرمها و امامزادهها تا 25 اسفند تو ایران باز بودند. متخصصا میگن اگر نظام بهداشت و درمان از دیماه خودش رو آماده میکرد، تعداد کشته شدگان در ایران به مراتب کمتر میشد. از وقتی نشانه های بیماری در ایران دیده شد تا وقتی دولت رسما اعلام کرد سالگرد نوه دی برگزار شد.
زد اکنون پیام. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی 4 روز پشت سر هم در تهران، بعد قم و بعد کرمان با جمعیتی بسیار فشرده برگزار شد. از 19 دی تا 20 بهمن ایام فاطمیه بود که مراسم مذهبی زیادی در اماکن سربسته برگزار شدند. و بعد این اتفاق، سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و به دنبالش تجمعات اعتراضی. مراسم 22 بهمن در شهرهای مختلف و در نهایت انتخابات مجلس در 2 اسفند بدون رعایت فاصله اجتماعی. همه این مراسم محیط‌های بسیار مناسبی برای پخش ویروس بودند. فقط ایران هم نیست. الان خیلی از کشورها با ردیابی ژنوم ویروس فهمیدند که پای کرونا روزها قبل از اعلام رسمی به کشورشون باز شده. شکی نیست که دولت ایران در دی و بهمن دیر جنبید. شاید به خاطر منافع سیاسی اهمال کاری شده. حالا هم بحث اقتصادی گاهی اجازه اجرای درست کار رو نمیده. از موج اول کرونا درس هایی گرفتیم به قیمت جان هزاران مادر، پدر، فرزند، برادر و خواهر. حالا که دوباره ویروس به صحنه جرم برگشته و قربانی میگیره، هم سیاستمداران هم تک تک شهروندان اگه از اون درس ها استفاده نکنیم، فقط مادرها، پدرها، برادران و خواهران بیشتری رو از دست میدیم. نازنین معتمدی، BBC.